سلام، به پنجمین درس از سلسله درس‌های مقاومت مدنی می‌رسیم. اگر خاطرتون باشه در جلسه اول به ابتدایی ترین سوالات پاسخ دادیم، در جلسه دوم به لزوم برنامه ریزی در مقاومت مدنی پرداختیم و برنامه ریزی استراتژیک رو تعریف کردیم، در جلسه سوم به مسئله چکلیست برنامه ریزی مقاومت مدنی پرداختیم و اینکه چگونه در واقع از طریق دنبال کردن یک چکلیست می توانیم مطمئن باشیم که همه وجوه برنامه ریزی رو دیدیم. و در جلسه چهارم مسئله چکلیست رو دنبال کردیم، تاکتیک های مختلف رو چگونه دستبندی بکنیم و چگونه دیسیپلین مقاومت مدنی و مبارزات بی خشونت رو حفظ بکنیم. در جلسه پنجم همین چکلیست رو دنبال خواهیم کرد و به بحث هایی میپردازیم که مطمئن باشیم چگونه در واقع مردم به بحث های به مبارزات مدنی میپیوندند و چگونه در واقع عناصر رژیم رو میشه ازش جدا کرد. به همین دلیل مجدداً به سراغ چکلیست میریم و بحثمون رو از روی اون دنبال میکنیم. در ادامه بحث چکلیست مقاومت مدنی، بعد از اینکه بحث اتحاد، برنامه ریزی و حفظ انضباط مبارزات مدنی رو در جلسات قبل بهش پرداختیم، در این جلسه میرسیم به مسئله مشارکت مدنی، مشارکت مردم. در واقع تمام ماجرا، تمام برنامه ریزی ها، تمام کارها نهایتاً باید به دو مبحثی که در این جلسه و جلسه آینده به اون میرسیم ختم بشه. یکی این که مردم به مبارزه تشویق بشن، بیان و در مبارزه مشارکت بکنن. دوم این که عناصر حکومت ازش جدا بشن و عناصر حکومت مواضع خودشون رو ترک بکنن و به مردم بپیوندن. برای بحث راجع به مشارکت مدنی و اینکه چگونه مردم به اون میپیوندن، در واقع پاسخ به این سوال که آیا تعداد و تنوع شرکت کنندگان در مبارزه علیه دیکتاتوری رو به رشد هست، این سوال تحویل میشه به دو سوال. سوال اول، آیا تنوع کافی در تاکتیک ها برای بهینه کردن ریسک شرکت در مبارزه متناسب با تنوع فرهنگی هر بخش از جامعه وجود داره؟ در واقع در نظام های سرکوبگر و دیکتاتوری یک نقطه بهینه کردن، اپتیمایز کردن در ذهن مردم هست که بین خطر مشارکت در یک اکسیون و وعده و امید به آینده، یک جایی ذهن مردم به این نتیجه میرسه که برای آینده‌ای که پیش روشون هست و در مبحث اول برنامه ریزی بهش پرداختیم، قانع میشن به اینکه در یک اکسیونی بیان مشارکت بکنن. این نقطه البته نقطه مهمی است در ذهن مردم و احتیاج هم نداره که 100% مردم به چنین نتیجه‌ای برسن و اون وقت فکر کنیم که بعد از اونه که مبارزه پیروز میشه. آمار نشون میده، بررسی کشورهای مختلف نشون میده، مطالعه‌ای که مؤسسه خانه آزادی صورت داده این است که تنها اگر 5% مردم قانع بشن به اینکه در مبارزه بیان و شرکت بکنند، راه باز میشه و همه مردم
به پیوستنشون هموار میشه و در واقع این نقطه بهینه در ذهن مردم بین ریسک و خطر و امید به پیروزی تبدیل به سمت امید به پیروزی کفش سنگین میشه و مردم میان در مبارزه شرکت میکنن. ولی برای اینکه به اینجا برسیم و همون 5% مردم هم قانع بشن و بیان در مبارزه، باید بتوانیم که برای بخش‌های مختلف جامعه تاکتیک‌های متعددی رو طراحی بکنیم. ایران یکی از بهترین مثال‌هایی است به لحاظ هم تنوع فرهنگی هم تنوع اقشار مختلف مدنی جامعه. حداقل در اون ناحیه از دنیا ما هم انواع اقسام گروه‌های اجتماعی رو داریم، ادیان مختلف رو داریم، اقلیت‌های نژادی و قومی رو داریم و هم این که در درون خود جامعه به خصوص جوامع شهری بزرگی که داریم گروه‌های مختلف اجتماعی مثل کارگران، معلمین، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران و ده‌ها گروه مختلف اجتماعی و جنبش‌های نیرومندی که طی سالیان به تدریج شکل گرفته، مثل جنبش زنان، جنبش کارگری یا دانشجو یا معلمی و غیره، این امکان رو برای ما ایجاد می‌کنه که در بخش‌های مختلف جامعه طراحی‌های مختلف کرده باشیم و تاکتیک‌های مختلفی رو برای بخش‌های مختلف طراحی بکنیم. این به این معنی نیست که از یک مرکزیتی فکر کنیم که ما می‌توانیم برای همه جنبش‌های مختلف، بخش‌های مختلف جامعه مدنی برنامه‌ریزی کنیم. بلکه منطقی‌تر، درست‌تر این است که با جهت عمومی، با هدف استراتژیکی که توضیح داده شده بتوانیم که نیروی ابتکار نیرو جامعه رو در بخش‌های مختلف، فعالینی که آموزش دیدند و درک درستی از مقاومت مدنی دارند به حرکت در بیان، در هر بخش متناسب با مقدار خفقان، مقدار ریسکی که متصور است، خواست‌هایی که در هر بخش مطرح می‌کنند، متناسب با فرهنگ همون بخش، اون رهبران هر ناحیه خودشون ابتکارات مختلف رو به جریان بندازند. به این دلیل وارد سؤال دوم میشیم: آیا درکی از هدف استراتژیک جنبش در سلسله فعالیت‌هاش وجود داره؟ درکی که به اهداف زیر کمک بکنه: جدا شدن اشخاص دودل شده حکومتی و سرکوبگران بالقوه و به تضعیف کنترل دیکتاتور بر همه امور، کاهش ترس و تقویت دلیری برای اقدام متقابل و جیم، کاهش ریسک جدا شدن از حکومت. در واقع در این بخش پاسخ به این سوال در گروه این است که فعالین جنبش در اقصا نقاط کشور، در دل جامعه مدنی ایران، در دل گروه‌های مختلف اجتماعی باید که بتوانیم درک درستی از هدف استراتژیک جنبش به اونها منتقل کنیم. یعنی بتوانیم، فرض کنید اگر هدف رو گذاشتیم حاکمیت صندوق رای، رسیدن به انتخابات آزاد، رسیدن به رفراندوم آزاد برای گذار از نظام، استراتژی که برای این هدف انتخاب کردیم، مقاومت مدنی، بسیج جامعه مدنی ایران و جنبش‌های مدنی در اقصا نقاط جامعه و اینکه چگونه در واقع این بخش‌های مختلف با هم همراه میشن، همگام میشن، اتحاد ایجاد میشه بینشون، این درک رو درست منتقل کرده باشیم، اون وقت
این فعالین هستند که در هر ناحیه‌ای با شناختی که به طور عمومی از تاکتیک‌ها دارند میتوانن تاکتیک‌های مختلفی رو طراحی بکنن. و این تاکتیک‌ها همونطور که قبلا هم صحبت کردیم به شکل تاکتیک‌های باخت باخت جلوی حکومت یا برد برد برای جنبش اون وقت کمک می‌کنه که نیروهای حکومتی و سرکوبگران بالقوه نتونن سرکوب بکنن و کمک می‌کنه که جداشن از حکومت. در واقع در طراحی آکسیون‌هایی که مثلا فرض کنید یک خواست کارگری است یا یک خواست ساده دانشجویی است یا یک خواست روشن جنبش زنانه یا معلمین یا غیره، باید این تاکتیک اگر جمع‌آوری امضاست، اگر تجمع، اگر اعتصاب یک ساعت است، اگر در لهستان فرض کنید اعتصاب 10 دقیقه‌ای شروع کار بود، هر کس سر کار خودش، این تاکتیک بسته به این که فعالین در اون بخش جنبش چه جور برنامه ای رو میریزن باید جوری باشه که اشخاصی که مثلا در کارخونه هوادار حکومت هستن و پشتیبان حکومت هستن، چه در مدیریت چه در مثلا شورای اسلامی کار، دو دل بشن، ببینند که نمیشه این خواست ساده رو سرکوب کرد و حداقلش این است که بی‌طرف بیستن. و نکته دیگه در طراحی تاکتیک باید تضعیف کنترل دیکتاتور بر همه امور باشه، یعنی این افسانه‌ای رو که حکومت میگه من همه چیز در کنترلمه و همه جا رو میتونم کنترل کنم سرکوب کنم رو بشکنه و دیده بشه که نمیتواند مثلا یک حرکت دانشجویی رو برای تغییر رئیس دانشکده، ممکنه یه خواست کاملا صنفی یا آزادی سخنرانی یا یک برگزاری یک تریبون آزاد، وقتی که به موفقیت برسه اون اکسیون و به اجرا در بیاد، اون وقت این رو به مردم، به دانشجویان، به کارگران، به معلمین منتقل میکنه که این دیکتاتور اینطور نیست که همه جا تسلط داشته باشه. میشود یک ساعت سر کلاس نرفت، میشود یک ساعت درس نداد، میشود یک روز به کارخانه نرفت، میشود با زن و بچه در محوطه کارخانه ایستاد و تقاضای مطالبه دستمزد معوقه را کرد و امثال اونها که در واقع در این تاکتیک ها مردم تشویق میشن به اینکه هم میفهمند دیکتاتور کنترل همه جانبه نداره و هم ترسشون کاهش پیدا میکنه و دلیریشون تقویت میشه برای اقدام متقابل. و نکته دیگه‌ای که در این راهکارهای افزایش مشارکت مدنی باید در نظر گرفت این است که اون عناصری که به حکومت وابستن، از حکومت تغذیه میکنن یا به نوعی کارگزار حکومتن، ریسک جدا شدنشون از حکومت کم بشه یا بی‌طرف بیستند یا در مراحلی در واقع ببینند که میشود با مردم همراهی کرد. در این جلسه هم مثال کشورها ادامه لهستان رو دنبال خواهیم کرد که چگونه جنبش همبستگی در مرحله اول موفق شد بیاد و دیکتاتوری کمونیستی رو عقب برونه ولی با موج جدیدی از سرکوب مواجه شد. و در این مثال مرور خواهیم کرد که چگونه در موج جدید سرکوب هم بعد از کودتای نظامی ها و آقای یاروزلسکی جنبش همبستگی توانست به مبارزه خودش ادامه بده. قبل از اینکه به مثال کشورها بپردازیم، یک نکته رو که در بین سوالاتی که برای من آمده خدمتتون مطرح میکنم و اون اینه که در مقاومت مدنی تبلیغات نقش مهمی رو داره. در واقع مبارزه‌ای که در یک گوشه اتفاق بیفته، کسی از اون اطلاع نداشته باشه، به کار مقاومت مدنی نمیاد. اکسیونی اگر
اجرا میشه، اگر در زمانی در مکانی کاری قرار انجام بگیره، اطلاع رسانی درست قبل از انجام اکسیون نقش مهمی داره، از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق پیامک، از طریق حتی فرد به فرد و حضوری اطلاع رسانی کردن، و بعد از انجام یک اکسیون هم، بعد از انجام یک حرکت هم، پخش اون، پخش فیلمش، پخش مواردی که اتفاق افتاده، انتقال تجربه اون اکسیون اهمیت خاص خودش رو داره. در همین جا این رو هم عرض بکنم که در سرکوبگرترین حکومت ها هم انجام اکسیون ها با توجه به رعایت جمیع جهات امنیتی متناسب با توانی که ما داریم عملی است و می شود نتیجه اون رو هم به دیگران منتقل کرد. در بحث تاکتیکا به اون می پردازیم. در طول دو هفته گفتگو ولسا مرتبا به هم رزمانش گزارش می داد. وی رضایت اتحادیه ها را با چنان روشنی و صراحتی جلب کرده بود که سابقه نداشت. و همبستگی کارگران نیز با رقابتشان از میان نرفته بود. هیچ اعتصابی پیش از آن چنین مصمم به اجرا در نیامده بود. با چنین اتحاد و اراده برای پیروزی و با اعتقاد به پایان مذاکرات به عنوان یک پیروز، این نه تنها اعتقاد کمیته اعتصابی کارخانجات بود، بلکه اطمینان تمامی کارگران و هزاران تن مردمی که کشتی سازی را احاطه کرده بودند نیز به شمار می رفت و این باعث آرامش همه شد. در مورد من که اینطور، کارخانجات تعطیل شده به نفع اعتصابیون به مشکلات اضافه کرد. در گدانسک ماشینالات گرانبها و کشتی‌های ناتمام به گروگان گرفته شدند و رژیم که با ناامیدی هرچه بیشتر به دنبال برقراری دوباره تولید بود، به تدریج به سازش رضایت داد. یک شنبه 31 اوت یک موافقتنامه آماده امضا بود. آنها به کسب اضافه حقوق، 5 روز کار هفتگی، مطبوعات بدون سانسور، اتحادیه‌های آزاد و حق اعتصاب موفق شده بودند. پس از امضای توافق ما دریافتیم که این تازه مرحله اول بود و مسابقه علیه زمان برای ما آغاز شده و مبارزه هوشیارانه و تاکتیکی با حزب و قدرتمندان نیز برای ما آغاز گردیده بود، زیرا دیگر ثابت شده بود که آنها قرارداد را امضا کردند، ولی بلافاصله در صدد نقض آن بود. مبارزه علیه زمان با آغاز سفر ولسا و والنتینوویچ به سراسر کشور برای جشن پیروزی و جلب اعضای جدید و همچنین ایجاد صدها اتحادیه های محلی آغاز شده بود. ظرف 4 ماه اعضای همبستگی به 10 میلیون تن افزایش یافت و سازمان همبستگی که به وضوح نگران رفاه کارگران لهستان بود، نمی توانست از این حقیقت آشکار اجتناب کند که موجودیتش برتری حزب کمونیست را به چالش می کند. از همون ابتدا من احساس می‌کردم که طرف مقابل خود را آماده ضربه زدن به ما کرده است. ولی وقتی آنها آماده غلبه به 1000 تشکیلات ما شدند، تعداد 10,000 سازمان را مقابل خود یافتند.
و وقتی قصد صدمه زدن به 10,000 سازمان ما را داشتند، تعداد تشکیلات همبستگی به 10,000,000 رسید. سازمان همبستگی باید چنان به سرعت توسعه یافته و قدرتمند می شد که در صورت واکنش اجتناب ناپذیر سیاسی از بین نمی رفت. و آلان اتحادیه ها مورد آزار واقع می شدند و نشریاتشان سانسور و دفاترشان مورد تجاوز واقع می شد و کارگران وادار به کار کردن در تعطیلات آخر هفته شده بودند. ولی سازمان همبستگی به مبارزه ادامه داد. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Wszystka z tych ludzi. O, nie dam rady. Ale tak bardzo trudno. Niekulturalnie tego nie można. Jak sól pasas taśkile etahadije, Lech Walesa dobare be riaset etahadije bergozide szod. ولی ساختار باز و دموکراتیک همبستگی آن را نسبت به افراطی‌های درون خود و نفوذ دشمن نیز آسیب‌پذیر ساخته بود. مامورانی بودند که آتشبیار معرکه بودند. الان هم هستند. تشویق می‌کردند که 100 و یا 200,000 نفر در ورشو دست به تظاهرات بزنند. دست در دست با آنها بجنگید. مسلم بود در آن صورت یا باید دولت قدرت را رها کرده راه غیرممکن دموکراسی را میرفت و یا تانک ها را به مقابل ما فرستاد و روانه زندان ما میکرد. در شب 11 دسامبر سال 1981 مسئولان کمونیست به کنفرانس رهبران ملی همبستگی حمله کردند و تمامی رؤسای آنها را دستگیر نمودند. یه دو روز بعدی دولت هزاران هزار از فعالان همبستگی را دستگیر کرد و در 13 دسامبر حکومت نظامی اعلام شد. به آنها که ما را سرکوب می کردن گفتم اکنون شما شکست خورده اید و ما پیروز شده ایم و شما آخرین میخ را به تابوت خود کوبید. برقراری حکومت نظامی تایید از دست دادن رضایت مردم توسط رژیم بود. و رژیم تنها با تکیه کردن بر قدرت تحریم توانایی متقاعد ساختن را نیز از دست داده بود. با وجود ممنوعیت اتحادیه ها حمایت همه جانبه از آن کاهش نیافته بود. آنگاه همبستگی به یک جنبش بدون خشونت و برانگیخته از حس میهن پرستی بدن کرد. محروم از رهبری مرکزی، همبستگی به بقای خود در قالب هزاران سازمان کوچک ادامه می‌داد. و در حالی که آنها قدرت حاکم را نادیده گرفته و در برابرش مقاومت می‌کردند، یک نشریه زیرزمینی اتحاد آنها را حفظ می‌کرد. راه مبارزه من چنین بود که من از شما حراسی ندارم. می توانید مرا زندانی کنید، مرا بکشید، ولی نمی توانید مرا به زانو درآورید. بنابراین مبارزه ادامه می یابد. طول می کشد، بر ما گران تمام می شود، ولی سرانجام ما پیروز خواهیم شد. برای 7 سال سرکوبی یک تعادل ظاهری ایجاد کرد، ولی در پس پرده پایه های رژیم می پوسید. در تابستان 1988 این پایه ها فرو ریخت و با افزایش قیمت ها و صف مواد غذایی و جیره بندی کشور دچار فلج کرد. یک موج جدید اعتصاب ها برای قدرت کنترل رژیم بود. دولت پیشنهاد کرد در صورتی که لخ والسا برای پایان دادن به اعتصاب ها به مذاکره بنشیند، اتحادیه ها را آزاد خواهد کرد. ظرف 3 روز همه بر سر کار خود بازگشتند. در فوریه 1989 سازمان همبستگی، دولت
حزب کمونیست و کلیسا یک سری مذاکرات را برای آینده لهستان آغاز کردند و پس از 2 ماه گفتگو بر سر اتحادیه آزاد، مطبوعات آزاد و انتخابات پارلمانی به توافق رسیدند. بعد از 2 ماه تبلیغات انتخاباتی، کاندیداهای همبستگی بسیار محبوب بودند، ولی هیچ کس انتظار نداشت آنها بتوانند حزب کمونیست را به کناری کنند. بر 4 ژوئن 1989 مردم لهستان پس از 60 سال در نخستین انتخابات آزاد رأی دادند. آن شب همگان پیروزی خود را در میدان بیرون آپارتمان لخوالسا جشن گرفتند. همبستگی حزب کمونیست را به نسبت 10-1 شکست داد. اگر آنها فقط تنها شکاف کوچکی در دروازه آزادی ایجاد کنند، من چکمه خود را چنان در آن شکاف جای می‌دهم که آنها نتوانند درهای آزادی را بر روی من ببندند. به پایان این قسمت از درس‌های مقاومت مدنی می‌رسیم. تا جلسه ششم، یعنی جلسه آینده، که ادامه بحث برنامه ریزی در مقاومت مدنی رو پی خواهیم گرفت، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.